ل بیت اگر جایی عقوبتی برای کسی بخوان اون عقوبت در جهت چیه؟ تعدیبه حالا میگه حضرت علی یه شب گردن 700 نفر زده به خود حضرت علی دروغ میگه برو سندش نگاه کن مال 130 سال بعده 130 سال بعد یه چیزی رو بستن به یکی درست بوده شما 50 سال پیش خبر درست شنیدید خودتون و خدای خودتون چقدر بهتون دروغ گفتن بعدم فهمیدید دروغ چیزایی میگن راجع به اهل بیت مثلا آقا ابن ملجم گفتن تیکه پارش کردن کی مثلا امام مشتبا بعد قاتل خودش رو چیکار کرد فراری داد ای آقا مگه میشه هم چی چیزی اون امام بوده اینم امام بوده چه فرقی کرد امیر رو کشته امام مشتبا رو کشته جفتشون امام هن. مقامشون هم انقدر بلنده اصلا ما فاصلهش اینا رو از همدیگه نمیفهمیم منم که میگه حضرت علی بالاتر یا امام حسن گفتم آقا ما پایین داریم چهار ستاره می‌بینیم کدوم نزدیک کدوم دور اصلا نمیفهمیم آقای نورش بیشتره اون نورش کمتره نور بیشتره کمتر نشونه دور و نزدیکیه نه نه اصلا اینجوری نیست ما چه میدونیم آقا بلند ولی حرف اینه که مگه میشه قاتل خودشو فراری بده ببخشه قاتل باباشو تیکه پاره کنه بعد بچه‌های خود این چی بعد شما میای تو داستان کربلا طرف از قتله کربلاست یعنی از سلشگرا سل نه سیای لشگرا از مؤثرینه بنی امیه باش بد میشن فراری میشه میاد مدینه خونه که رفیقاش میگه به کی پناه ببرم از شر بنی امیه میگه علی ابن امام سجاد میگه ما باباشو کشتیم ما دشمنیمون با اینا تاریخ داره میگه تو اینا نمیشتاسی پناه بگی ببری پناه بد میده میره حضرت هم به خودش پناه میده هم به خانوادش اصلا پناه نده چرا پناه میدی بهش پناه بهش خود بنی امیه تیکه پارش میکردن بعدم بگو ما این کار نکردیم نمیخوره رفتار به هم دیگه نوه منصور دوانقیه زندانبان امام کازمه نامه نوشته به حاکم وقت که آقا من فالگوش وایسادم جاسوس گذاشتم این آدم تو نماز شبش هم منو دعا میکنه هم تو رو من نمیتونم اینو تو زندان نگه دارم خب مگه یعنی چی یعنی چی تو نماز شبش امام کاظم سلام الله علی زندانبانشو و حاکم وقتش که این همه ظلم کرده رو دعای خیر میکنه چرا؟ ما که صبح تا شب فش تو دهنمونه یکی از اصحاب امیر المؤمنینه دارن میرن جنگ سفین حالا سفین چرا اتفاق افتاده حمله میکنن مامورای معاویه تو مرز آدم میکشن غارت میکنن همون که خلخاله پار زن،, زن یهودی باز کردن مامورا معاویه این کار کردن بعد حضرت مثلا تو این فضا مجبور میشه هرچی نامه میده تذکر میده پیک میفرسه آدم میفر هر کاری میکنه جواب نمیده هیچی دیگه میشه جنگ مجبوره بره دفاع تازه جنگ نه که حضرت جنگ شروع کنه دفاع میکنه حضرت رفته تو مرز دفاع کنه از مرزش بعد تو راه میشستن هر کجا خوش تا میشست خدا لعنت کنه این معاویه رو با کیو خدا لعنت کنه حضرت بهش گفت چقدر لعنت تو دهنته چرا دعا نمی کنی بین مسلمین بریم اونجا اصلا مذاکره کنیم صحبت کنیم صلح بشه تمام بشه بره خون از دماغ کسی نیاد هی hey, لعنت بر این لعنت بر اون آقا فهمو دوست ندارم اینجوری باشید بعد حضرت میگه ما جوانانی بودیم حول پیامبر هم ملو بصائر اره هم اسیافه ما یه شمشیر بدون بسیرت نزدیم یعنی تیغ جراحی بود فقط قد سرطانی در همینجوری ورنداشیم هم که علاقم کنیم که پس هر جا جنگی و بستن به ریش انبیا و اولیا و اهل بیت تو بدون اهل بیت شروع کننده جنگ نیستن فرقی بین امام حسین و امام حسن نیست فرقی بین امام حسین و پیامبر نیست حسین و منی و انا من حسین یعنی ما, ما مثل هم فکر میکنیم ما یه جنسیم یه سنخیم یه شیرازیم یه وجودیم حالا از این مطالب زیاده بعدم یه عده اینا رو میکنن به عنوان مبنا واسه عملکرد خودشون برای توجیه عملکرد خودشون میگم آقا چرا اینجوری هستی میگه حضرت علی میدونی فلان جا چه قا آدم کشته بعد بهش میگم آقا این سندی نداره ها نه حالا چطور هر چی چیز بده از نظر شما سند نداره هر چی چیز فلان چیز داره چجوریه یعنی اینجوری هم حرف میزنن قشن انگار تو خیابون داریم با هم صحبت میکنیم انگار نه انگار که طرف آخونده بالاخره آقا تو تو چه میفهمی حدیث سند نداره یه سریشون که زرنگی میکنن میگه علامان و غل حضرت علی فلانجا این کار کرده علامان و غل یعنی گردن اونی که گفته یعنی هفت سند نداره ولی خب گفتن که ما یه استدلال قوی داریم تو خودمون تو ضرب و مسلامون که تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها تموم شده با همین سر همه رو میبریم کی گفته این این و مسلا چرندترین ضرب و موجود کشور ماست کی میزنه این همه تهمت زدن به آدم های تمیز این همه دروغ بستن به آدم های صادق این همه خائن خوندن آدم های که عادل بودن و آدم های که امین بودن این همه امین خوندن آدم های که خائن بودن این حرفا چیه؟ چی گفته تا نباشد چیزه که مردم نگوین چیزا تو زندگی خودتون هزار تا تهمت بهتون زدن یه چیزیتون بوده؟ ما خودمون وکیل مدافع واسه مردم به درک واسه تاریخ بیخیال بوده دیگه چیزی بوده خب حالا من میخوام امشب یه معیار بدم به خودتون چون بعضی فهم میکنن آقا شما علم رجال رو برو بخون درایه رو بخون نه آقا هیچ هیچ کدوم رو نمیخواد من یه چیزی که تو خونه همتون احتمالا پیدا بشه یا دستی آسون باشه به شما میگم با این نسخه ای که میگم ببینید حالا اگه خبری گفتن از معصوم این چیزی بستن به اینا بفهمید درسته یا غلطه شما جایی تا حالا شنیدید کسی بگه که آقا اهل بیت شبیه حرفایی که میزدن نبودن حتی یه مورد شنیدید یه همچی چیزی از دشمناشون حتی بگه آقا علی انقدر میگه آ عدالت ولی علی عدالت نداره یه همچی چیزی شنیدید تا حالا ما توی قرآن داریم که انی جائل فل خلیفه میگه من میخوام آدم بشه کی بشه خلیفه من روی زمین خلیفه یعنی چی جانشین مرحوم های تبا تبایی خدا رحمت کنه ایشون میفرمود خدای روی زمین اعراف یازده ولقد خلقنا کم دیگه انقدر که تو این عربی که این همه سال تو محصه ما رو مسخره کردن الله فهم کردن اینو دیگه بلد شدیم دیگه که این زمیر جمعه شما رو خلق کردیم ثم سورنا کم سپس به این شکل در آوردیم ثم قلنا للملائکت اسجدوا آدم؟ ا این که داشت جمع صحبت میکرد چجور شد آدم میخواد بگه همتون چی هستید آدمید همتون یکی یک هستید آدم پس این داستانی که راجب آدم میشتوید راجب تک تک شما هست به تمام ملائکه گفتیم به تک تک شما چکا کنه سجده کنه سجده ملائکه به ملت یعنی چی یعنی ملکوت آسمان و زمین در اختیار شماست منتها تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری در جهت درست در خدمت شماست اگه جهت غلط بری اونا کمکی بهت نمیکنن. شما برید معرفت سراغ معرفت تمام علمایی که اهل معرفتن میگن معارف از کجا بگیرید از ادعیه ادعیه معتبر میگن معارف اونجاست جای دیگه دنبالش نگرد اونجایی که مستقیم اینا با خدا حرف میزدن بعضیا به دعا میگن قرآن ساعت میگن قرآن نازل شد بر قلب اینها یه باستابی داشت اون میشه دعا مرحوم های فاطمی نیا خدا رحمتشون کنه خدا همه گذشتگان رحمت کنه. میفهمود به دعا به چشم تفسیر قرآن نگاه کنید من وقتی حرف ایشون رو شنیدم هر جا تو قرآن گیر میکنم تو دعا گرهش باز میشه یعنی میفهمم این جمله چی بود میبینم تو فلان دعا توضیح داده اینو خدایی که تو دعا معرفی کردن معصومین خودشون کپ اون خدا هن و وقتی این خداشونو بشناسی خودشونو هم شناختی حالا اگه چیزی بهشون بستن میفهمی که چیزی بهشون بستن یعنی اگه مطلبی گفتن اون خدایی که از اینا شناختی تو ادعیه معرفی کردن رو بذار جای اون شخص جای اون امام معصوم بگو اگه این برخورد میشد این چجوری برخورد میکرد مطلب روشن میشه الهی لا تعذبنی به عقوبتک خدایا مرا با مجازات و عقوبت ادب مکن یعنی هدف از عقوبت چیه تعدیب یعنی ما عقوبت برای عقوبت نداریم آقا بچه یه کاری میکنه مثلا چه میدونم بچه که دور از جون شما که میشنوید و ایشالا بعد آموزی نداشته باشه اینا خدای نکرده روم به دیوار گلاب بروتون میبینی رفتی سیگار وشته کشیده بچه 6 7 ساله خب این یه چه دیده دیگه دست بابایی عموی عمه ای چه میدونم تو خیابونی فیلمی چیزی یه چه دیده حالا باباه میاد یک چکی به این میزنه پدر سوخته یه بار دیگه اگه ببینم ببین داری خود تو خالی میکنی چون با این چکه این ادب نمیشه خیالت راحت بشه این عقوبت برای تو داری میزنی که زده باشی اما اون که میخواد تعدیب کنه میره پیش یه روانشناس پیش یه جامعه آقا من بچه اینجوری شده اینو باید چیکار کنم میگه آخر و دوا الکی آخر و دوا قدیم زخم میشد بدن طرف خب مثلا آنتی بیوتیک نبود که چنان بری پریسیرین بزنی نمیدونم حالا این داروهای چیزو من بلد نیستم همینو بلدم این خبرها نبود که چهار تا جوشونده درست میکردن و میدادن ملت میخوردن و آیا اثر کنه آیا اثر نکنه فلان بد نمیشد بعد نمیدونم روش چیکار میکردن چیکار آخر که دیگه میدن هیچ نیست آهن داغ میکردن میذاشتن عفونت رو میسوزوندن میگه آخر و دوا الکی یعنی سوزوندن سوزوندن برا دوا ها یعنی سوزوندنی که دوا باشه اونم تازه آخر و دوا آخرین مرحله اینه که عفونت رو چیکار کنی بسوزونی به که یارو نمیره یه جوری نسوزونی که بکشی یعنی همین سوزوندنم هم دوا باشه یعنی کار کارشناس کار هر نن من قمری نیست میگه شما اولش این کارو میکنی تازه نه که در جهت دوا در جهت خالی کردن خودت نه اهل بیت اگر جایی عقوبتی برای کسی بخوان اون عقوبت در جهت چیه تعدیبه اگه بدونن عقوبت ادبش نمیکنه عقوبتش نمیکنن بعد میگه ولا تمکربی بی فی حیلتک. یه بار من توضیح دادم میگه که خدایا منو با مجازات و عقوبتت ادب مکن و مکر مکن به من با هیلت ولا تمکر بی فیهیلتک مکر نکن با هیلات مکر خدا چیه؟ یه آیه داریم تو قرآن میگه که ولا تحسبن الذین کفرو انما نملی لهم خیرون لانفسهم حالا اگه آیه درست خونده باشم همینجوری بود تقریبا میگه فکر نکنم اونایی که خلاصه کافر شدن ما بهشون فرصت میدیم این خیره براشون انما نملی لهم لیزدادو اسمن میگه ما به اینا فرصت میدیم اما اون لام لام عقوبته میگه من رو کرمم نمیتونم که به فرصت ندم فرصت میدم اما تو از فرصت سوء استفاده میکنی یا به ضررت ها حالا چرا داری میگی پیشگویی که نمیکنم قرآن کتاب پیشگیریه کتاب پیشگویی نیست میگه من میخوام پیشگیری کنم میخوام بهت بگم آقا فرصت هایی که بهت میدم سو استفاده نکن ضرر میکنی دارم میگم که این کارو نکنی میگن آیات عذاب چیه؟ میگن وعیده مرحوم های بهجت میگه وعیده وعید با وعده فرق میکنه خلف وعده حرامه آقا کریم خلف وعده نمیکنه به بچهش گفته بشی بیس یه دوچرخه واسد میخورم حالا شده 20 حالا بهانه میاره نه من چه گفتم مامانت گفت نه تو گفتی من سکوت که آقا مسخره بازی در نیار قول دادی باید انجام بدی کریم خلف وعده نمیکنه ما الان یه گیری داریم به بعضی از مسئولی میگیم آقا خدا پدرتون بیا مرزه میخواستید مسئولیت بگیرید وعده دادید جون مادرتون به وعدهتون عمل کنید بابا بده واسه واسهتون خلا خلف وعده کنید مسئول مملکتی شدی رئیس جمهور مگه نگفتی شبکه اجتماعی نمیبندی مگه نگفتی کسب و کار مردم توشه الان هم که میگید اوضاع آرومت باز کنید آقا نکنید با زندگی مردم قول دادین برا خودتون بده برا خودتون بده ما هم دلسوزی داریم بهتون میگیم واقعا زشت خلف وعده حرام عزیزم و تو مسئول یه مملکتی تو دروغ بگی وای به حال بقیهش وای به روزی که بگندد نمک فکر نکنید یادمون رفت نه هیچ یادمون نمیره اون وقت یادشون میرفت فضا مجازی نبود الان فضا مجازی از عین قیامت. تک تک کلماتی که گفتی هست حالا نجابت میکنم مردم شما سوء استفاده نکنید دیگه عاقبت نداره اگر هم فکر میکنید با فیلتر میتونید جلوگیری کنید به حضرت عباس نمیتونید به دو تا کارشناس عاقل آق... بگید بهتون میگه نمیشه این تکنولوژی شما درست نکردید که اون که درست کرده یه کاری کرده راه دور زدنش هم درست کرده نمیتونی فیلترش کنی مگه کلا قطعش کنی که اونم زورت نمیرسه تمام اقتصادتون به میره شما الان تو خیابون رافته دنبال حجاب شما مگه نمیگید یکی از محورهای مقاومت تو منطقه ما کیه؟ حزب الله لبنان مگه شما نمیگید شما معتقد مگه نیستید که حزب الله لبنان یکی از محورهای مقاومت مگه نیست؟ میدم تو لبنان حجاب اجباریه؟ خود بچه حزب الله حجاب اجباریه توشون؟ جلساتی که میگیرن یادواره شهید میگیرن من دیدم با چشام فیلماشو دیدم با مینی جوب نشستن دخترها اونجا همشون چه که پسون شده محور مقاومت بعد شما یه تارمو دختر مردم میاد بنو آخ شد نکنید آقا دارید اشتباه میکنید راه رو دارید اشتباه میرید کار بدید به چهار تا عاقل از خودتون هم فکرای متخصص خودتون نکنید آقا و قول دادید وعده دادید خلف وعده حرامه کریم خلف وعده نمیکنه اما یه چیزی داریم وعید وعید چیه به بچهش میگه ببین پارسال 20 شدی دو چرخره خریدم به جون بابا زیر 17 بشی دو چرخره ازت میگیرم امسال بازی نداریم باید بشین درس بخونیم بچه میشه 16 و 95 بابا میگه بی خیال بابا برای 500 اومدم دو چرخه اگه از این نمیگیره ولش کن خلف وعید اشکالی نداره تازه کریمان است مرحوم های بهجت میفهم بود تمام آیاتی که راجع به عذاب شنیدید چیه؟ وعیده و یعنی همش چیه؟ تخلف برداره یعنی نگفتیم بشه در از گفتیم که نشه میگه ما نش این راه و نرو تش اینه ها نرو عزیزم دعای ابو حمزه میگه ولا تمکر بی هیلتک میگه من به تو فرصت میدم از سر کرم اما کلاه کرمم سرت نره پرونده تو سنگین کنی اینجا میگه خدایا کلاه کرمت سرم نره مکر خدا کرم خداست آخه هی میبخشه هی میبخشه هی من عوضی میشم هی عوضی هی عوضی داره هی عوضی داره. میگه آقا آقا در دیزی بازه اون میگه من هیچ وقت نمیگم من همینجوری کرم بازه سر در سفره کرم باز تو داری خراب میشی ها من که دارم کرم میکنم پس این هیله اینه میگه خدایا کلاه کرمتم سرم نره از اونورم ورم هم نکن یعنی نه طاقت دوا دارم هم میدونم دوا نخورم مریض بیشتر میشه نمیدونم دیگه من اینجوری هم دیگه یه کاریش بکن الحمدلله لذی هم مخصوص خدایی است که ادعوه فیجی بنی من صداش میکنم چیکار میکنه جواب میده آقا حدیث واسهتون خوندم فلانی اهل بیت تو صدا کرد جواب نداد چرت میگه دشمناشون اومدن پیششون گفتن به ما مشورت بده مشورت داده مولا درزش نمیره طرف مخالف حضرت بوده حضرت مشاوره میگرفت دقیق بهش مشاوره میداد میگفت این نبود ما همه رفته بودیم مخالف بود میواد مشورت میدونستین تو مشورت خیانت نمیکنه حضرت فهمود تو جنگ شمشیر تو به من بدی به شمشیرت خیانت نمیکنم کندش نمیکنم دست بهش نمیزنم وسط جنگ میگه الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی و ان کنت بتی ان میگه خدایا من صدات کردم تو جواب دادی در حالی که وقتی تو منو صدا کردی من جواب ندادم یعنی اگه کسی به حرف اهل بیت گوش نکنه ولی کمک بخواد اهل بیت بهش کمک میکنن اینا کمک خواستن اون کمک نکرد بعدا اونی که کمک نکرده ذلیل شد کمک خواست اینا بهش کمک میکنن امام سجاد یه ظرف آب واسه بچه‌ها خواست بهش ندادن یارو برای زن بچه‌ش امان خواست حضرت بهش امان داد میگه الحمد لله ادعوه و وان كنت بطيئا حين درسته وقتی تو منو صدا میکنی خدا کی ما رو صدا میکنه آقا داداشت فقیره دخترش دمه بخته خدا داره داد میزنه اوی داداشت گرفتاره کمک کن منتها بلد باش خرابش نکنی یا میگه من اون وقت که تو داد میزدی کمک کن بخیل بودم کمک نکردم ولی وقتی صداد میکنم تو چیکار میکنی؟ کمک نمیگی به بنده من کمک نکردی حالا دهنتو سرویس میکنم بفهمی یعنی پدر سوخته بعضی دیدید خداشون چه مدلیه این فیلمایی بود پخش میکردن کلید اسرار این ترکیه ساخته بود ترکیه ها فقط لباساش خوبه اونم بعضی برنداش فیلماش که چرت چه مذهبیش چه غیر مذهبیش غیر مذهبی تا آخر نمیفهمی کی باره کیه چی جوریه مذهبیش هم چرت اون دفعه نشون میداد دختره واسه دست پیرزن که وقت رد کرد بعد دانشجو بود مامانش اینا پول واسش نریخته بودن رفت کارتش رو زد تو آبر دید پول اومده گفت خدای شکرت پول فر. بابا کدوم بدبختی اشتباه پول زدی تو حسابه چرا تو بچرا میگی میگفت خدا رسونده خدا تو کارت تو پول رسونده خب یکی اشتباه ریخته چون به پیرزن کمک کرد حالا ای کمک نمیکردی چی میشد یا شهاب سم یا میخوردی هم می به میرفت خدایی که وایساده تکون بخوری به جنبی به جنبوندی همچه خدای وجود نداره میگه خدایی که ما اهل بیت میشناسیم اینه الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی و ان کنت بطیعا حین یدعونی من که جواب نمیدم ولی تو جواب میدی جواب ندادن منو رزومه نمی کنی واسه من سوء سابقه برای کسی نداری آدم ها رو با سوء سابقه نگاه نمی کنی این همونه که فلان کارو کرد نه تو چشم اونا همه صافند سوء سابقه ندارن پس اگه گفتن فلانی اومد پیش فلان امام بعد گفت تو همونی که بابات فلان کارو کرد این چرنده ها اهل این مدلی نیستن چون خداشون این مدلی نیست والحمدلله از الذی اساله فیعطینی یه بار صدات میکنم جواب میدی صدام میکنی کندم یه بار درخواست میکنم و عطا میکنی اما درخواست میکنی و من عطا نمیکنم و لله الذی اساله فیعطینی و ان کنت بخیلا هنا یستغرزونی میگه ببین من هر وقت ازت خواستم دادی ولی من بخیلم وقتی از من قرض میخوای خدا اگه از ما قرض میخواد خدا از ما قرض میگیره آره دیگه آقا خدا رسونده واسد یه اموی داری امه داری،, داری خاله ای داری و حواسشون نیست نه اصلا ندارن رسیدگی کنن فلان هوایی اینو داشته باش خدا میگه به من پول قرض نمیدی بهت میدم ها خرج تو بده رو من حساب کن قرضی دادی به من بی نهایت برابرم پس میدم ولی تو واسه پس دادن نده تو واسه انسانیت این کارو بکن من کارمو بلدم تو بندگی به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند نه که آقا ما بریم کمک میکنیم که بهمون کمک نه آقا این که داری سرمایه گذاری میکنیم نه واقعا نتونی بی تفاوت باشی به یه فقیر فامیلت آشنات همسایت کمک کن میگه میگه من قرض میخوام حالا میگه نه تو قرض میخواستی ما قرض ندیم ما بخیل بودیم اما من بخیل هر وقت ازت هرچی خواستم حالا میگه امام زمان میاد آقا امام زمان میاد چیکار میخواه بکنه چیکار میخواه بکنه نه انتقام میخواد بگیره انتقام به روش اهل بیت ها روش اهل بیت با ما فرق میکنه حالا گوش کن روش اهل بیت این مدلیه اگه گفتن انتقام اینا اینجوری میگن دعای مکارم الاخلاق بازم امام سجاد علیه السلام میفرماید که وسدد نیل انعار من قشنی به نوس خدای منو محکم کن تا بجنگم با کسی که با من دروه به چی به یه رنگی نوس یعنی صداقت یه رنگی میگه ما میجنگیم با آدم درو چجوری؟ یه رنگیم پیشش تا ابد ما یه رنگیم و اکافیه مکافات میکنیم من قطعنی به سلح. اگه کسی از اقوام از ما رحم کنه ما مکافاتش میکنیم چیکارش میکنیم؟ ما میریم سراغش تو ما رو نمیخوای ما تو رو میخوای ما اینجوری مکافات میکنیم آدم ها رو رفته پیش امام سجاد آقا داداش من به ما محل نمیذاره مکافاتش کن یعنی چیکارش کن یعنی تو برو سراغش نکی برود یعنی برو بزن پوستشو بکن و اخالف من من اقتابنی اله حسن الزک ها رفتم بیا خط جلو و سدد الان من قشنی به نص. و اجزیه مجازات میکنم من حجرنی بلبر هر کس از من رو برگردونه من بهش توجه میکنم مجازات ما اهل بیت اینجوریه مگه نمیگید امام زمان حدیث میگه امام زمان وقتی ظهور میکنه با سفیانی درگیر میشن سفیانی کیه میگن سفیانی کسیه که به اسم آدم میکشه میگه آقا اسم اهل بیت هر کی داره بکشید ملت میرن سراغش که بابا اسم ما رو بابامون گذاشته ما نذاشتیم که گناه باباست منو چرا میکشی میگه راست میگن ولی حسن و حسین رو بکشید حالا اینا داستان دیگه حدیثه میخواد یه حقیقتی رو به تو بگه میگه یکی مثل سفیانی مدلیه آقا اینو دستگیرش میکنن میارن پیش امام, امام زمان میگه کردن تو گردنش دستش و حدیث میگه نمیگید حدیث حدیث میگه تمام نا بلحیات. انا اکون و بین یدک و اهار میگه آقا به من منو منت سر من بذار منو ببخش من میشم شمشیر دستت با دشمنات میجنگم اینی که این همه آدم کشته میگه حضرت یه نگاه میکنه به اصحابش میگه به نگاه دختر به, به،, به دختر باکره دیدی دختر بچه چه حیایی داره توی جمع قریبه قرار میگیره میگه حضرت یه نگاه میکنه به دوروبریاش میفرماد که خلو ان رهاش کنید قاطی میکنن آ آقا چی چی بابا ما رو کشته ننه ما رو کشته میدونی فلان جا چقدر کشته میدونی چیکار کرده میگه میریزن سر امام زمان میگن ما نسب را علا ما به این حکم تو سب نمی کنیم یعنی بیادم قرار ندارم به حرفش گوش کنن نه لکی میگه بیا برو بینیم بابا یبنالاسان بیا ما تا دم خونت جارو نکردیم میگه بیا جهان آماده است و الحمد لله الذي اناديه كل ما شئت له حاجتي به حيث شئت بغير شفيع میگه من هر وقت تو رو خواستم بدون شفی بدون اینکه واسطه داشته باشی بی واسطه منو پذیرفتی با هم حرف زدیم تو تمام ادعیه هر چی دیدید راجع به خدا که خدا اینجوری اینجوری اینجوریه اهل بیت میگن یعنی ما همین راهو میریم آ. راه ما اینه ما راه دیگه ای نمیریم مسیر ما اینه و اگه چیز دیگه به ما بستن نپذیرید یه تیکه بخونم براتون آقا اینو گوش کنید تو دعای افتتاح میگه که اللهم میخوام بگم اهل بیت چجوری هن این نفک ذنبی خدایا بخشش تو از گناهان من یعنی یک اهل بخششم بعد از جنگ جمل امیر کسی رو اعدام کرد کسی رو محاکمه کرد کسی زندان رفت یا همه بخشیده شدن تو ادعیه معتبر ابو حمزه مثال میگم ها افتتاح مناجات شعبانیه دعای کمیل دعای عرفه ابا عبدالله تو ادعیه خدا رو معرفی کردن دیگه اهل بیت درسته خودشون آینه تمام نمای این خدا یعنی هر جوری گفتن خدا رفتار میکنه خودشون هم با دیگران چه جوری رفتار میکنن اینجوری رفتار میکنن پس اگه خبری بهت دادن که این خدایی که تو دعا میبینی بذار جا اهل بیت بگو الان خدا بود اینجا چیکار میکرد اگه این خبر با این خدایی که تو دعا گفتن میخونه خبر درسته اگه نمیخونه معلومه چی شده بافتن حالا میگه حضرت علی یه شب گردن 700 نفر زده به خود حضرت علی دروغ میگه برو سندش نگاه کن مال 130 سال بعده 130 سال بعد یه چیزی رو بستن به یکی درست بوده شما 50 سال پیش خبر درست شنیدید خودتون و خدای خودتون چقدر بهتون دروغ گفتن بعدم فهمیدید دروغه 150 سال بعد کی 150 سال کار دست کسایی بودی که با علی مخالف بودن حداقل اگه نگم دشمن بودن اگه نگم کینه داشتن مخالف بودن اگه چیزی هم گفتن از دستشون در یعنی نتونسته دیگه طرف از دستش در رفته یعنی تاریخ نتونسته مخفیش کنه ولی تو ادعیه جنگ نشده نفهمیدن چیه دیگه دیگه یه, یه،, یه چیزی رو به ما رسوندن هم نفهمیدن چی شده با خود قرآنش جنگیدن نفهمیدن اینا چی رسیده به ما آقا این خدایی که به تو معرفی میکنن اهل بیت شبیه این خدا هرچی هرچی بهشون گفتن اگه از این خدای برمیاد این کارا اونام کردن اگه بر نمیاد معلومه دارن به ما چی میگن دروغ میگن امیدوارم خدا همه گمراهان هدایت کنه همه بدکارا رو به راه راست هدایت کنه همه مسئولین ما رو هدایت کنه دستشونو بگیره چه هم بهشون توفیق خدمت بده اه... ما اگه چیزی میگیم رو دلسوزی میگیم